بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. بینندگان عزیز و گرامی، از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در کربلای معلا و از جوار آستان ملائک پاسبان قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به محضر مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و همچنین شما عزیزان بیننده عرض سلام و ادب دارم. با برنامه بینات در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع بحث برنامه ما نقد عرفان اصطلاحی. در خدمت کارشناس محترم برنامه، محقق نام آشنای جهان تشیع آیت الله جناب استاد موسوی زنجانی دامت افاضاتو هستیم و انشالله استفاده میکنیم. جناب استاد سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم سلام عرض میکنم محضر جناب عالی و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند و دوستانی که در این برنامه زحمت میکشند. طبق معمول سلامی عرض کنیم محضر آقا حضرت ابوالفضل. بسیار عالی. سپس برنامه را شروع کنیم. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لامر الله. السلام علیک یا عباس ابن امیر المؤمنین سید الوصیین. السلام علیک یا قمر بنی هاشم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. احسن. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، همچنان که خدمتتون عرض کردم، عنوان بحث برنامه ما نقد عرفان اصطلاحی است. در مقدمه خدمتتون باید عرض بکنم که ما هیچ دشمنی و پدرکشتگی با آقایون عرفای اصطلاحی نداریم و بنده به شخصه عرفای واقعی و حقیقی که دنبال رو عرفان و سیر و سلوک تبیین شده توسط قرآن و پیامبر و اهل بیت هستند، بنده دست چنین عرفایی رو میبوسم. اما از اونجایی که در طول تاریخ متاسفانه این اصطلاح رو جا داره به کار ببرم که دکانهایی مقابل اهل بیت باز شد، نه یک دکان و دو دکان، خیلی هم به نام عرفان و عرفا مغازه هایی رو باز کردن و ادعا کردن و جالب اینه احادیثی ساختن، جعل کردن و به اهل بیت و پیامبر نسبت دادن که ما از جمله در جلسه گذشته جناب استاد نمونه ای از اون احادیث جعلی رو برشمردن و قرائت فرمودن. در این جلسه بیشتر استفاده میکنیم تا برای بینندگان عزیز که برنامه رو دنبال میکنن ثابت بشه که اون چه به نام عرفان اصطلاحی مطرح هست بیشتر دروغ پردازی و جعل حدیث و نسبت دادن اون به پیامبر هست تا افکار و نظرات و اقوال خود رو جا بیاندازند به نام اسلام و به نام عرفای اسلامی. خواهش میکنم توجه بفرمایید. جناب استاد در خدمت هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما درست نقد میکنیم عرفان اصطلاحی را، ما آدم های خیلی متعصب و خشک نیستیم، ما تابع منطقیم، مخالفین این نظریه را هم دوست داریم به عنوان یک مسلمان. ما تخریب نمی کنیم، هدایت می کنیم،
ابزار هدایت ما هم مستنده، بیان حقائقه. بله، عرض میکنیم این توراته که این بلا بر سر مسلمین آورده، نه خود تورات حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام. تورات تحریف شده طرفدارانی داشت، یهودیان باقی مانده. جهت نفوذ به درون مسلمین و تخریب مسلمین، عقیده مسلمین از درون جامعه اسلامی وارد شدن اسرائیلیات، تلمود و تورات تحریف شده را در قالب روایات و پیغمبری، پیغمبر اسلامی، سرایت دادن به متون اسلامی. اسلامی و این را آرام آرام بحث میکنیم. اسم نمیبرم، لزومم نداره. کسانی هستن دقیقا عکس ما فکر میکنن، سلام، برنامه‌ای دارن، شبکه‌هایی دارن، اختیار دارن، آدمای وزین، آبرومند، سنگین، از مولوی میگه، از شمس تبریزی میخونه، از شکسپیر میخونه، نمیدونه از دیگران، ابن عربی، به شدت عاشق این عرفانه. ما مخالفیم، یعنی مخالف این اشخاص نیستیم، بگیم نحوه حرکت شما به سوی خدا نیست، این شکل حرکت، حرکت مستقیم نیست. چرا نیست؟ میگم بنده مقلد بو علی سینا، حافظ، سعدی، بایزید بسطامی، نمیدونم ابوالحسن خرقانی نیستم، تابع حقم، از اونها حق را میپذیرم، باطل را از هیچ کسی نمیپذیرم. این که مثلا نوشتن که بله جز ناوحی خامده یا جاز و وحی خامده توی این کتاب‌های عرفانی هست. بله. انسان‌ها از صراط عبور کردن، انسان‌های مؤمن، در حالی که جهنم خاموش بود. خب یه سند بیارید خدا گفته باشه. چشم. قبول. پیغمبر گفته باشه. این صراطی که تفسیر شده، امام حسن عسکری پی این صراط را زده، گفته صراط دو جوره، یکی در دنیاست، از آغاز بلوغ شروع میشه تا مرگ، شما روی صراطید، وقتی مردید یه صراط دیگری است. این صراط اونجا تجلی پیدا میکند، هر جا گناه کردی اونجا ترسیم میشه که داری به جهنم میفتی. این پلیس در این دنیا از لحظه بلوغ شروع میشه تا مرگ، خدا این پل را بعد از مردن ما میذاره اون طرف عالم قیامت، میگه ببین اینجا افتادی، هر جا گناه کردی سقوط کردی. یا این تعداد گناهان خروج از صراط چی؟ مستقیم. یعنی در حقیقت اون چه از سخنان و اقوال آقایون ما نمیپذیریم، یک، به عقل و خرد ارجاع میدیم اگر خرد تأیید کرد، دو، قرآن، سه، اهل بیت. بله. و دلیل میخواییم از آقایون، و اون چه هم خودمون رد میکنیم باز با دلیل و سند و مستند رد میکنیم. بله. کمی مبسوط صحبت کنیم. یادم هست که در جلسات زنده سرزمین عشق، چون زنده بود، وقت درست زیاد بود، بالاخره متراکم بود، الان وقتمون وسیع‌تر، عرض میکنیم آنچه که عرفای اصطلاحی، نه عرفای شیعی واقعی، یعنی عرفای سقیفه‌ای، از دنیا، از خدا، از بهشت، از آخرت نوشتن که در اختیار ماست، این ماتریالیستیه، ربطی به خدا و پیغمبر و اسلام نداره. نداره. چرا نداره؟ ما برای بحث آمدیم، اما نه بزن در رو، نه، بحث میکنیم تا آخر هم هستیم، میگیم شخص شما را که مخالف ما هستید در این قضیه، شما را دوست داریم، درستون هم دوست داریم، فکرتون هم دوست داریم، میگیم خطاتون هم هست، اونم دوست نداریم، خطاتون اصلاح کنید. چطور؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اذا ذکرت ذکر اصحابی فمسکو، پیغمبر فرموده باشه اسمی از صحابه من آمد جسارت نکنید. خب این را از شما فعلا نسیه میپذیریم، اما نتیجه را نمیپذیریم، فعلا میگم میپذیریم. فرزن خود قرآن گفته است که قال موسی قال رب انی لا املک نفسی الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. موسی میگه آیه 25 سوره مائده است، خدایا
من موندم و هارون، صحابه من همه فاسق شدن. پیغمبر اسلام هم فرموده هر جا در قرآن بحث موسی آمده بحث منو هم منو میخواد بگه. اگر میگه هارون تنها موند یعنی علی تنها خواهد موند. اگر قرآن میگه صحابه کودتا کردن گوسال پرست شدن یعنی صحابه رسول خدا هم کودتا میکنند. احسن، امت منو میگه، صحابه منو میگه، و الا نه موسی زنده است، نه هارون زنده است، نه سامری وجود داره، نه فرعون. درست شد. اینجا میگه پیغمبر فرموده اذا ذکرت النجوم فامسکوا، راجع به هیئت بحث نکنید. چرا بحث نکنید؟ این چه قرآن گفته است که بله آیات ما را در آفاق انفس بررسی کنید. این که ضد قرآنه که بله و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تا میرسه به اونجا که میفرماید و اذا مروا بآياتنا لم يخروا عليها صما و عميانا. یعنی چی معنا کن؟ یعنی بندگان ما، عباد صالح ما کسانی هستند که وقتی از کنار آیات الهی رد میشن کورکورانه چش بسته و چش گوش بسته رد نمیشن، بلکه تفکر میکنن، بحث میکنن. این روایت میگه پیغمبر فرموده از کنار علم هیئت کورکورانه رد بشید. خب منم حساب کردم در فتوحات مکیه بیش از 100 بار آقای ابن عربی دروغ گفته، چون علم هیئت میگن چون چیزی نیست. خود قرآن این همه میگه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون و اذا ذکر القدر فامسکوا، بحث قضا و قدر هم بحث نکنید، خود قرآن بحث کنید، توقف کنید، کرکر رد بشید. و اذا ذکر اصحاب فامسکوا، راجع به اصحاب من حرفی نزنید، توقف کنید. چرا؟ چون صحابه کودتا کرده بودن، بناس هیچ کی صحبت، فقط اهل بیت بود، گفت ما خواهیم گفت. این اسلام نیست. علی را کشتن، امام حسن گفت این اسلام نیست، کودتاست، غدره، غدره یعنی چیه؟ نیرنگ، نیرنگ در مسائل سیاسی نظام میشه کودتا. امام حسین گفت این غدره، غدره است. پس چرا اینها حرف زد؟ تمام ائمه ما راجع به صحابه حرف زدن، همه شون محکوم کردن، این برخلاف دستور پیغمبر نیست؟ حالا ببین این شده برای آقایان چی میگه پیغمبر؟ عرفان اسلامی، عرفان اسلامی. ببینید خب خود همین یک ظلم به اسلام و پیغمبره که ریشه این عرفان در تورات اسمشو گذاشتن عرفان اسلامی. بله ببینید عبارتی اذا کلمتم الشبلی فلا تکلموه من دون العرش، راجع به شبلی یکی از عارفان بزرگ صوفیان بزرگ راجبیشون صحبت شد، کمتر از عرش پایین نیایید، اون اونجاست. عبارت بعد این عبارت اینه و این سیوفه تقطر دما، از شمشیرش، از شمشیرهایش چی خون میشه؟ یعنی چی؟ چی بشه؟ آقای صوفی به مقامی رسیده اگر اسمش اومد احساس کنید در عرش اعلی هستید. دقت کنید. خب ما راجع به پیغمبر اسلام میتونیم حرف بزنیم. میگه بله پیغمبر اسلام گفت انتم اعلم به امور دنیا کم منی. پیغمبر اسلام فرمود در امور دنیا همه از من اعلمید، من از همه جاهلم. چطور شد شبلی رفت عرش، پیغمبر اومد فرش؟ شما عارفی؟ اشکال هست؟ بسیار عالی. نه همون میخوام بگم مطلب روشنتر از این خیلی هیچ، یعنی جای دیگه شبهه و ابهامی نیست. ببینید یک عبارت از یکی از این آقای من علامت بوداره. خب این عبارت میتونه مال اهل بیت باشه، میتونه مال پیغمبر باشه. خب پیغمبر چه فرموده؟ ارتعو فی ریاض الجنه. من شرمنده نمیتونم سریع ترجمه کنم، شما اینو سریع ترجمه کن جدا. پیغمبر فرموده ارتعو فی ریاض الجنه، ارتعو امر دیگه از ماده رعی و مرتع، خطاب به بشر. چه فرموده پیغمبر؟ پیغمبر اون وقت پیغمبری که حالا مبنی داره بگیم، من با عرض معذرت از بینندگان عزیز ناچارم ترجمه بکنم، میفرماد پیغمبر فرمود در بالاخره مزارع بهشت، در گلشن‌های بهشت بچرید، یعنی خطاب به انسان‌ها و مؤمنین فرموده باشه پیامبر، در حالی که ما می‌دونیم پیامبر
که اون کتاب شریف نهج الفصاحه مربوط به پیامبره، فرمایشات پیامبر اونجا ذکر شده، اینها امراء کلامن، پیامبر و اهل بیتش. نهج البلاغه داریم، نهج الفصاحه داریم، بزرگان بلاغت و هر سبت که فصاحتن. گفت که بالاخره کلام الملوک، ملوک الکلام، کلام الامام، امام الکلام. این چی عرفانیه؟ عبارت بچرید، این اصلا معلومه جعل دیگه، اصلا چاره نیست. عبارت معلومه، این عبارت چی؟ بله، میگه رسول خدا فرموده ارتعوا فی ریاض الجنه، در باغچه های بهشتی بچرید ای بشر، اعوذ بالله این تعبیر. و ما ریاض الجنه، قیل و ما ریاض الجنه، یا رسول الله کجا بچریم؟ گفتند ریاض جنت و بهش چیز کجاست؟ چی باید اونجا بشریم؟ بله، مفهومش اینه چیست؟ بله بله. قال مجالس ذکر، ذکر بگید. خب این که پر در اخبار، ذکر، فذکر الله ذکرن کثیر، آیه قرآنه. بچرید مفهوم نداره، این چه عرفانیه؟ کدوم بدوی؟ ببینید، من یادم هست در یک سفری در یه جای تعبیر یک روح خدا شاهد اینقدر خوش آمد. یه روستایی بود، یک چشمه ای را در یک سفر کوهستانی به من معرفی میکرد. بله. اونجا میگفت که تعبیر فارسیش این بود، اونجا آذری صحبت میکرد، خداوند به شما قسمت کند، چه چشمه خوبی بود که اگر بیاشامید. یه تعبیر ترکی که نمیتونم اینو قشنگ به فارسی در بیارم. یک روستایی عبارتی آورد، من باور نمیکردم یک روستایی اینطوری مؤدب، چی؟ زیبا، فصیح و بلیغ. بله. خب حالا پیغمبر اسلام بشر میگه که بچرید در بهشت، این عرفانه دیگه. آقایون باید جواب بدن، اگر متهم نفرمان که شما اینها رو ملتفت نمیشید. بله، میگه اصلا کلمه تصوف زمان پیغمبر استعمال نمیشد. یکی نوشته اینطوری جعل کرده، ارغبو فی دعا اهل تصوف، با فی بیاد یعنی دنبال. حدیث رو نسبت داده به پیامبر، پیغمبر فرموده، پیامبر فرمود. بله، مثل اهل تصوف، مثل عرفا شما دعا کنید. ارغبو دنبالش رغبه، فی بیاد یعنی رغبت، اشتها. این در حالیه که چیزی به نام تصوف و متصوفه در زمان پیغمبر اصلا وجود خارجی وجود نداشت، واژه تصوف. و بعد اینها به وجود آمدن. فإن الله ينظر إليهم، خداوند به اینها نظر خاص داره. بله. و يسرع إجابتهم، سریع الإجابه است، خدا فوراً اینها رو اجابت کنه. چه واژه تصوف زمان پیغمبر بوده که پیغمبر به کار ببره؟ بله. ببینید، من نمیدونم، کوشش میکنم اینو به شکلی بگم خنداور نشه. یک عبارتی است، کتب آقایان صوفی ها، عارف ها، ابن عربه، بایزید بسطامی، شبلی، جنید، اینا رو آوردن. چیه؟ رسول خدا فرمود ارواح الشهدا فی حواصل طیر خضر، ارواح شهدا در چیندان یا سنگدان پرندگان سبز رنگی است. ارواح شهدا توی چیندان پرنده چکار میکنه؟ و ارواح المؤمنین فی حواصل طیر بیض، ارواح مؤمنین در چیندان پرنده های سفید رنگ، سفیده. ارواح الاطفال فی حواصل عصافیر، روح بچه ها در چیندان گنجشکان، گنجشکانه. ارواح الکفار فی حواصل طیر سود، کلاغ سیاه. ارواح کفار هم در چیندان پرنده های سیاه رنگ. این عرفانه، این دینه. روح در شکم حیوانات چیکار میکنه؟ کی گفته؟ تورات گفته نیست، بررسی کردن چون چیزی نیست. به چه دلیل؟ ما حداقل پیدا نکردیم. عقلی و نقلی، قرآن گفته. خب نه، اگر بفرمایید میگن اینا مکاشفات. سوال این است که در مکاشفه خداوند فرموده اعلا الیین السابقون السابقون المقربون، ما داریم آخر اولئک المقربون، سلسبیل داریم، زنجبیل داریم، مقربون، آن فضاهای خاصی، تسنیم داریم. کجای قرآن گفته است؟ کجای چیندان؟ بحث چیندان پرنده مطرح است. خب اونم به اسم پیغمبر اسلام، این عرفانه. شکی نیست که احادیث جعلی است. و جالب اینه که همونطور که بارها تذکر دادیم، وقتی
مراجعه بشه به کتب شیعه و سنی، کتب حدیثی، ببینیم چنین حدیثی یافت نمیشه. میگه پیغمبر اسلام کار خوبی کرد. چیکار کرد؟ اجازه بده. امت رفتن پیش پیغمبر. استخلف لنا یا رسول الله علینا. استخلف علینا یا رسول الله. حالا که از دنیا میری یک خلیفه برای ما تعیین مشخص و معین. قال الله خلیفتی من بعدی. خداوند خلیفه منه. این اسلام؟ بله اینه. اسلام اینه دیگه، اینه. چرا ابوبکر این کار را نکرد؟ ابوبکر میگفت که الله چی؟ از دنیا میرفت؟ بله خلیفتی من بعدی. خب چرا گفت عمر خلیفتی؟ دیگه حالا این سوال مفصله و این رشته سر دراز دارد. همینطور یکی یکی بله اون به اون صورت عمر هم که خواست بره اون شورای شش نفره. عرفان آخر نتیجه بله. سیاسی میده بله. کاملا مشخصه که ساختگیست و گفت که ساخته و پرداخته ذهن آقایونه و مشخصه که به اهدافی که اون اهداف هم جز اهداف سیاسی چیز دیگری نبوده. بسیار متشکر. بینندگان عزیز و گرامی، یک میان برنامه کوتاه ببینیم با فرستادن چند صلوات بر پیامبر و آل پاکش و دعایی برای ظهور حضرت حجت سلام الله علیه. مجددا خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، همچنان که استهزاء دارید با برنامه بیانات از شبکه مقدس امام حسین علیه السلام در کربلای معلا واقع در بین الحرمین شریفین از کنار و از جوار بارگاه ملکوتی حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه خدمت شما عزیزان هستیم و عنوان بحث ما نقد عرفان اصطلاحی است. در نیمه قبل جناب استاد موسوی زنجانی دامت افاضاتو اشاراتی داشتند و نمونه ای از احادیث جعلی که آقایون عرفا به نام پیغمبر و به نام حدیث قدسی در کتب خود آورده اند و افکار و نظریات خود را بر اون بنا نهاده اند برای ما قرائت فرمودند. در ادامه برنامه بیشتر استفاده میکنیم. جناب استاد در خدمتون هست. خواهش میکنم. عرض کردیم که آقایان عرفای اصطلاحی یعنی کسانی که ما صوفی میشناسیم، عارف میشناسیم، مثل بایزید بسطامی، جنید، شبلی، ابن عربی و عطار، ابوالحسن خرقانی، اینها عرف میگن عارفن. عارف یعنی خداشناس. بنده به عنوان یک طلبه رفتم ببینم اینها با کجا وصلن. رفتم محضر امام صادق در بهارال انوار مرحوم علامه مجلسی، دیدم ایشون هشدار داده اگر از خانه ما علمی به نام دین ها، نه برای اختراع هواپیمایون، هر علمی مقدس یعنی محترم در خدمت بشر باشه، علم دین را ایشون میگه، هر علمی از خاندان ما سرچشمه نگیرد زلالته. تمام شد. ما اینو گرفتیم از امام صادق، نه یک، نه ده، نه صد، سه جلد بهار. راه افتادیم بررسی کنیم ابن عربی چی میگه. هرچی ابن عربی به پیغمبر نسبت داده بود آوردم از تلمود و چی؟ تورات سر در آورد. حساس حق دارم بشم یا نه؟ رفتیم دنبال بایزید بسطامی و نمیدونم شبلی اینا چی میگن. رفتم دیدم اینها تقریبا دیگه خدای دوم شدن. یکی میگه من اخیراً از طرف خدا خدا شدم، خدا شده بنده. اینم متنشه دیگه، صفحه 254 این کتاب آقای صدرنیا. اسمش چی بود؟ فرهنگ معثورات متون عرفانی.
خب ایشون شده خدا. یکی گفت از این عرفا من لوح محفوظ هستم. خب اینم که لوح محفوظه. رفتم دیدم یکی میگه من همون حقم که مقیاس خود منم، تمام شد. انا الحق. انا الحق. یکی گفت منه که میبینید، خدا را که میبینید با هم تفاوتی نداری. خب یکی گفت انا القرآن. انا القرآن. بنده بررسی کردم چیه قضیه، فهمیدم، یقین کردم درست فهمیدم. علی ابن ابی طالب فرموده بود بله انا قرآن ناطق، درسته؟ بله. من قرآن ناطق. اینا گفتن قرآن ناطق منم. دقیق دقیق اینها مقابل اهل بیت بوده اند. دقت کنید، قرنی که یا سالهایی که اهل بیت، علی ابن ابی طالب شهید شد، اونو در نظر بگیرید. بله. همینطور بیاد این طرف اهل بیت، امام حسن، امام حسین، این طرف هم حاکمان، یعنی تشکیلات حکومتی که ما میگیم امروز اهل سنت. دقت کنید، من دیدم هر چه اهل بیت میفرمودن اینا میگفتن ما هستیم. دقت کنید، علی ابن ابی طالب فرمود انا القرآن الناطق، یا انا قرآن چی؟ ناطق. دیدم اینها هم گفتن قرآن ناطق ما هستیم. علی ابن ابی طالب فرمود من و اولاد معصومم وارث پیغمبریم، خلاهم وارث مرجعیت علمی هم خلافت، ولی نمیدن. اینا گفتن ما وارثیم. صریح صریحا، نه قابل توجیه، صریح میگن وارث ما هستیم. علی ابن ابی طالب فرمود رسول خدا مرا انتخاب کرده از سوی خدا به امامت و حجت علی وجه عرض. اینا گفتن حجت ما هستیم. همین که امام حسن عسکری و امام زمان بحثشون تمام شد، امام حسن عسکری شهید شد، امام زمان غایب شد، دیگر اینها هم جمع جور کردن خودشونو، یعنی دیگه صحیح مسلمی ننوشتن، صحیح بخاری ننوشتن، همه چیز مشخص بوده در مقابل اهل بیت. چون اهل بیت حرف می زدن، حدیث میگفتن، اینا صحیح تد همه در عصر اهل بیت. دقت کنید، صحیح بخاری زمان اهل بیت، صحیح مسلم زمان اهل بیت، ترمذی زمان اهل بیت، ابن ماجه زمان اهل بیت، ابو داوود زمان اهل بیت، نسائی زمان چی؟ اهل بیت، احمد ابن حنبل زمان اهل بیت، مبتع مالک، شافعی، مالکی، همه زمان اهل بیت. همین که دیدن اهل بیت میدانستن 12 نفرن، 12 می دیگه در صحنه نیست، این هم بساطشون چی؟ جمع کردن. اینا دقت کن، هر جا که مذاهبی در مقابل مذهب اهل بیت، کتبی در مقابل کتب اهل بیت، ادعای علم در برابر ادعای علوم اهل بیت، و همونی به تعبیر امروزی میخواستن کم نیارن و مغازه‌ای، دکانی باز کرده بودن مقابل. آفرین. جالب اینه که اهل بیت وقتی میفرمودن ثابت میکردن، علی علیه السلام وقتی میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی، خب علم داشت، پیغمبر فرموده بود انا مدینه العلم و علیون باباها، اما آقایون ادعا میکردن خب الانم موجوده، اون چه گفته اند در طول تاریخ در دست بشر موجوده. خب. میشه مراجعه کرد و مقایسه کرد. اینو تا اینجا خوب آوردیم مطلب رو. بسیار عالی. بله. خب حالا امام زمان غایب شده، اهل بیت نیست، مراجع شیعه ابن عقیل، ابتداعا محدثین ما، حساب کنید مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی ابن عقیل، شیخ مفید، شیخ طوسی، همینطوری بیایید، فقها شروع کردن بگن اسلام فقه هست، وظیفه من چیست در مقابل خدا. حواست جمع بشه، چون عبارت های من خیلی رسا نیست. اسلام پرورش یافت توسط اهل بیت در شکل چی شروع کرد؟ تکلیف من چیه؟ وضو چیه؟ ابزار بندگی را معرفی کردن. چگونه من بنده خدا باشم، بنده دیکتاتورها نباشم، ذلیل در مقابل ابرقدرت ها چی؟ نباشم. حق و باطل رو تشخیص بدم. احسن. وظیفه من، خدا از من چی میخواد؟
اسمش چه شد؟ فقه. اونها کم آوردن. کی؟ اون طرف. این طرف اهل بیت بود، اون طرف چی؟ غیر اهل بیت. حالا اینطوری بگیم، اینها شروع کردن در مقابل فقه علم دیگری ساختن. چیه؟ من عارفم. شما چی میکنی؟ امام صادق فرموده بود قال رسول خدا حکم اینه، ابن عقیل هم میگه حکم اینه، مفید میگه حکم اینه، صدوق میگه حکم اینه، علامه مجلسی یا علامه حلی میگه اینه. شما چی؟ میگه من هم عارف هستم، خداشناس. خب چی کار میکنی؟ من فقط به سوی خدا رفتن را یاد گرفتم، خدا را خوب شناختم. خب بشر چی؟ بشر به من ربطی نداره. دقت کن، تناقض و دقت. شما ربطی نداره؟ نه، ما فقط تلاش میکنیم از جامعه گناه زده فرار کنیم. خب فاصله بگیریم. فاصله بگیریم. اول به این شک شروع کردن. آقایان شدن چی؟ گریز از ها. دیدن نه، جواب نداد. فضا مال فقهای شیعه داره میشه. فضا مال اونهاست. بله. مردم مشکل دارن، آقا معامله کرده نمیفهمه، اون طرف راست میگه، این طرف چی میخواد؟ آقا میگه آقا من با ایشون قالی فروختم، پول گرفتم، اما در معامله اینچونی شده، باطله. کدوم حقه؟ بحث فقه و قضا. شب روز مردم گرفتار معاملات بودن، ازدواج بودن، واقعا مردم گرفتار بودن. 63,000 مسئله پیش علامه حلی جمع شد، قواعد را نوشت. 63,000 مسئله اتفاق افتاد، مردم جوابشو نمیدونستن. آمدن پیش فقیه. آرام بریم. آقایان عرفا در مقابل فقها شروع کردن. بله شروع کردن، ما خداشناسیم. خب خداشناس وزیر. بله از گناه جامعه باید فراکم. رفتن بیرون دیدن نه، نشد. میدان را دادن به فقهای چی؟ شیعه. دیدن نشد، برگشتن به کنار خلفا چیز حاکمان. ابن عربی نشست بغل حاکم، در یک جلسه اینقدر این آقا درباری شد، درباری مست. 118 نفر رو این عفو کن. پادشاه یادداشت کرد، گفت آقا جان 118 نفر رو به حکم شما من آزاد کردم، فلانی هم اعدامی آزاد کن. در حدی درباری شد، عبارت نوشته است که بله شما، حرف آیان عرفاست، به جای رسیدن گفتن آنقدر درباری باشید، آنقدر پادشاه زده باشید، ولو اجدع حبشی اجدع باشه، نوکر پادشاه باشید ولو دماغش بریده شده باشه. بله. عبارت اینجاست، اونم حبشی، یعنی به اصطلاح اهل اتیوپی و بله. سیاه پوست باشه، دماغش هم بریده باشه، باز هم شما از او تبعیت کن. در فتوحات مکیه میگه از اوجب واجبات است برای مسلمانان هر پادشاهی باشه نوکرش باشید. خب شروع کردن به جعل حدیث در چی؟ در تأیید خلفا و حکام جور. شما دیروز میگفتی بیاید بیرون از شهر بریم خرقه پوش باشیم و بریم کجا؟ بله دنبال خدا بریم و خودمون. آقای شهیدین تناقض نشد؟ بله. 700 صفحه متناقض. ببین 700 صفحه است تقریبا. بله. از اون طرف میگن خرقه پوش باش. بله. تابع حضرت خضر باش. گلیم خودت را از آب بیرون بکش. خیلی خوب، خیلی خوب. یه دفعه از بغل شاه در آمدن، گفتن هر کس پادشاهی، حتی میگه این که قرآن گفته است که قالت، بلقیس گفته بود. بله. دیگه چیزه ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا چی عزه اهلها اذله. میگه اینطوری نیست، صریح میگه آیه اینطوری نیست. جعل عزه اهلها اذله، نه جعل اذله اهلها اعزه. عجب، متن صریح چیه؟ فتوحات مکیه است. قرآن میگه حرف بلقیس درست، در رابطه با هر پادشاه، نه پادشاه ظالم، نه سلیمان، ستمگران. ستمگر به قدرت برسه عزیزها را ذلیل میکند. ابن عربی میگه نه، جعلوا اذلت اهلها اعزه، اون پابرهنگان را به عزت میرسانه. عزت میخواهید در کاخ نشینان. شما آقای ابن عربی دیروز
کنار بوته نسترن و گل محمدی نشسته بودی بیرون از شهر، میگفتی تمام بیاد بیرون فضای جامعه فلان، رفتن دیدن به هدف نرسیدن، برگشتن همه شدن چی؟ درباری. اون هم سری 180 درجه عرصبت که تغییر بله تاکتیکی دادن و عوض کردن. امر به معروف نهی از منکرت را چی کار کنیم آقای مسلمان؟ این 8 آیه در قرآن داریم، باید هر مسلمان امر به معروف چی؟ و نهی از منکر داریم. آقا نماز نمیخونه؟ جوان آقا جان نماز بخون، دین هست، آخرت هست، خودسازی هست، نظام آفرینش دست خداست، او فرموده بهتر است برای سعادتت فلان. این چیه؟ امر به معروف. سرقت کرده یک نفر، آقا سرقت بده، این چیه؟ نهی از منکر. خب شما بفرمایید یک نفر از این آقایان صوفی ها در یک جلسه به مردم بگه وظیفه ای دارید به نام امر به معروف چی؟ به من بیارید، به من بیارید اینو. یا اون حدیث معروف پیامبر که فرمود کلمت و حق عند امام جائر، که دیگه از این جهات بالاتر نمیشه، کلمت و حق عند امام جائر، در برابر حاکم جور و ستمگر انسان حرف حق رو بزنه. معادله روایت بله. اینه که بله هیچ ثوابی به اندازه اون کلمه نیست که در مقابل مستبد 20 میار خطت غلطه. این دین چی شد؟ 180 درجه خلاف فرمایش رسول خدا. خب. که میگه چی؟ از حاکم ظالم تبعیت کن. به جای اینکه بیاین از قرآن این خطو بگیرن، اینه دیگه نمونه آوردم، شب روز هم غمشون این است که بگن ابو طالب کافر بوده، ابو طالب کافر بوده. این چه بار معرفتی و عرفانی داره؟ کل عرفایی که من میشناسم حضرت ابو طالب رو کافر میشناسن. این خط چیه؟ این عارفه؟ خط سقیفه. عبارت رو بخونم. این ابا طالب لما رعا سرعت اجابت دعوات رسول الله قال له ما اتوع رب کلک. وقتی ابو طالب دید مردم هجوم آوردن، ایمان آوردن به پیغمبر اسلام، گفت عجب، خیلی عالیه، ما اتوع رب کلک، چقدر خدا تو را چی میگن پذیرفته، خلاصه موفق کرده، چقدر مطیع توست اصلا. آره دیگه، دعوت تو را قبول کرده. بله. درست؟ یا محمد فقال له رسول الله و انت یا ام این اطاعته و اطاعک، ای ام شما هم خودت بیا از خدا اطاعت کن. آقا این کتاب ها پر است از این که ابو طالب چیه؟ کافره. یکی از در حالی که قرآن مهر کرده و امضا کرده ایمان ابو طالب علیه السلام را. اتفاقا الا الذين امنوا چی؟ بله الذين آبوا و نصروا. بله اولئك هم المؤمنون حقا. میگم 51 کتاب جمع کرده بودم نوشته شده در ایمان، در کفر ابو طالب، در حالی که خود این آقایان کتابهایی نوشتن که هممون قبول داریم اگر ابو طالب نبود پیغمبر اصلا پیغمبریش رسالتش موفق بر. نبود. آیات قرآن هم که تایید کرده. خب سوال، اینها در خدمت کی بودن؟ چی بودن؟ قدرتمندان، دستهای نامرئی، نفوذی های اهل کتاب، اینها را دست انداخته بود. عبارت دقت کن، بایزید بسطامی میگفت انا اللوح المحفوظ، من لوح محفوظ هستم. جناب لوح محفوظ، چطور لوح محفوظی که فعلا علی بن ابی طالب علیه السلام فرزند یک کافره از نظر شما، این لوح محفوظی؟ این همه کتاب هایی که خودتون نوشتید، اگر نبود ابو طالب علیه السلام پیغمبر اسلام گرفتار بود با مرگ او پیغمبر چی؟ حمایت ابو طالب علیه السلام، چون معاویه زورش به علی بن ابی طالب نمی رسید که مارک بزنه کافره. بله، پدرشو باید پدر ایشون رو تخریب کنه، تخریب کنه. ببینید یک عبارت شبلی می گفت که آخرت دنیا غیر از من کسی نیست، حرفم از من، پاسخم از من، دقت کنید، انا بله انا اقول و انا اسمع، اون که حرف میزنه منم، اون که میشنوه هم منم. فحرف دارین غیری، غیر از در دنیا و آخرت غیر از من کسی هست؟ ماشاءالله، سبحان الله.
اهل بیت میفرمایند ما عبدیم، پیغمبر که خورشید ما ستاره دستور آمده در نماز بگید، در تشهد بگید الله اکبر، تشهد دیگه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده، عبده، پیغمبر عبد خداست. این آقا شده میگه در دنیا من هر کس منم، در آخرت هم هر چی هست چی؟ منم. تو چه کاری؟ ادعا دیگه. پیغمبر با اون عظمت که لولاک لما خلقت الافلاک، عبدی و بنده ای از و بله بله پیام عبد خداونده و ما هم در تشهد نماز به این شهادت میدیم، اما آقایون بالاترین ادعاها رو برای خودشون یک طرفه هر شبت که قائل شدند. خب البته ما دیگه لحظات پایانی هستیم، حالا چند ثانیه صفحه 88 آقای بایزید آقای شبلی میشه در دنیا و آخرت همه کاره، بایزید بسطامی هم میشه لوح محفوظ. این صفحه 88-89 بود. 87 نوشته که پیغمبر فرمود انا اعلم به امر دینکم و انتم اعلم به امور دنیاکم، دین شما را من بهتر بلدم، اما چگونه معاشرت کنید، دنیا بسازید، شما از من اعلمید. این چه دینیست که پیغمبرش از امتش نسبت به جامعه جاهلتره؟ نمیدونم بایزید بسطامی شبلیش چیه؟ لوح محفوظه. این چه عرفانیه؟ دیگه واقعا همش تناقضه و ادعاست دیگه. ادعاست خودشونه میبرن بالا پیامبر رو تحقیق میکنن. آخه این چیزیست که فقط پیغمبر را میکوبن خودشون به جایی میرسن. اینجا بالاخره به همین آیهی که واقعا بارها گفتیم ان فی ذلک لذکر، در این چنین اموری جای توجه و تأمل و تفکر و تدبر وجود داره. امیدواریم عزیزانی که بالاخره واقعا مایل و علاقمند به عرفان صحیح الهی هستن، دنبال سیر و سلوک هستن، از قرآن و اهل بیت بگیرن و تناقضات آقایون رو که مشاهده و ملاحظه فرمودید و بیش از این انشاءالله در جلسات آینده با ادعاهای اونها و تناقضات اونها و ادعاهای عجیب و غریب اونها آشنا خواهید شد انشاءالله. تا جلسه دیگر شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار. یا علی مدد. یا الله. Oh.